درود بر زنان و مردان شجاع سرزمینم به آبای ایران خوش آمدید. در این بسته خبری با دو خبر مهم در خدمت شما هستیم. جمهوری اسلامی در دردسر جدید رژیمی که ذاتش عوض شدنی نیست و افشاگری از نامه شمخانی به خامنه ای قبل از برکناری. دعوت می کنم در ادامه بینندگی این تحلیل مهم از آبای ایران باشید. Non c'è ripie, non c'è vidasto جمهوری اسلامی در دردسر جدید رژیمی که ذات پلیدش عوض شدنی نیست رسانه قبرس از خونسا شدن طرح یک حمله تروریستی علیه شهروندان اسرائیل در این جزیره خبر دادند و نوشتند که این توطعه تروریستی با نیروهای سپاه پاسداران مرتبط بوده است اتحادیه اروپا بلافاصله بعد از این اتفاق جلسه اضطراری تشکیل و بیانیه شدید و لحنی خطاب به جمهوری اسلامی صادر کرد مقامات اروپایی با محکومیت اقدام تروریستی رژیم از سران این اتحادیه خواستند تا پروسه تروریستی اعلام شدن سپاه سریعتر انجام گیرد بر اساس گزارش این رسانه ها عاملان این حمله با هماهنگی سرویس های اطلاعاتی قبرس آمریکا و اسرائیل در عملیات نیروهای اطلاعاتی دستگیر شدند اما آنها نتوانستند مزنون اصلی سازماندهی این حمله را دستگیر کنند سرویس های اطلاعاتی قبرس به طور منظم مزنون اصلی این طراحی را زیر نظر داشته و این امر به جلوگیری از تجهیزاتی از او پیدا شده که طراحی عملیات تروریستی را تایید می کند. احتمال دارد که با توجه به پیشرفت‌ها در تحقیقات در این زمینه قبرس حکم بازداشت بین المللی علیه این مظنوم را صادر کند. این اولین بار نیست که عملیات تروریستی علیه شهروندان اسرائیلی در خاک قبرس خونسا می شود. دو سال پیش دفتر نفتالی بنت نخست وزیر وقت اسرائیل اعلام کرد جمهوری اسلامی در پی ترور تاجران اسرائیلی فعال در قبرس بوده است. مشاور رسانه ای بنت اعلام کرد که در این حمله فقط تدیسایی کارافرین کارآفرین و سرمایهدار اسرائیلی که در ابتدا گفته شده بود هدف این حمله قرار گرفته هدف نبوده است رسانه های اسرائیلی نیز اعلام کردند یک شهروند آذربایجانی 38 ساله با تابعیت روسیه به دلیل طراحی ترور تعدادی از تاجران اسرائیلی ساکن نیکوزیا پایتخت قبرس بازداشت شد به گزارش رسانه های اسرائیل گفته میشد تعدادی از تجاری که قرار بوده در این حملات هدف قرار بگیرند از طریق سرویس های عملیاتی و موفق شدن در مدت کوتاهی از قبرس خارج شوند. تدی ساگی میلیاردر اسرائیلی نیز که پس از هشدارهای نهادهای امنیتی در قبرس توانست از این حمله جان سالم به در ببرد، ایران را به دست داشتن در این سو قصد متهم کرده بود. تا کنون گزارش‌هایی از دخیل بودن سپاه پاسداران در حمله به شهروندان اسرائیلی در دیگر کشورها از جمله ترکیه نیز منتشر شده است. در ماه‌های اخیر درخواست‌ها برای قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروه های تروریستی از سوی اتحادیه اروپا و همچنین ایرانیان در خارج کشور افزایش یافته است. افشاگری از نامه شمخانی به خامنه ای قبل از برکناری یک سند فاش شده نشان می‌دهد علی شمخانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران در میانه اعتراضات 1401 در نامه‌ای با طبق بندی خیلی محرمانه به رهبر جمهوری اسلامی درباره پیامدهای تشکیل کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده بود در این نامه که تاریخ 17 آبان 1401 را دارد به علی خامنه‌ای هشدار داده شده که تشکیل این کمیته حقیقتیاب علاوه بر افشای ابعاد خشونت حکومت ایران در برخورد با معترضین این سال میتواند به موضوع اعدام های گسترده در دهه 60 هم گسترش یابد این سند محرمانه را یک گروه مخالف جمهوری اسلامی به نام قیام تا سرنگونی بعد از حک وبسایت ریاست جمهوری ایران و در روز یک شنبه چهار تیر در کانال تلگرام خود منتشر کرد این گروه پیش از این اسناد دیگری را نیز در ارتباط با تصمیم های محرمانه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان سال 1401 افشا کرده بود دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در این نامه به تازگی فاش کرده با اشاره به طبعات سیاسی و حقوقی اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای جمهوری اسلامی ادعا شده کمیته ی حقیقت تنها برای کشورهای درگیر مخاسمات مسلحانه تشکیل می شود و تعیین آن برای موضوع حقوق بشری بی سابقه است که وجود بحران در جمهوری اسلامی را القا می کند. علی شمخانی در نامه به رهبر جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی برای جلوگیری از تشکیل کمیته حقیقت یا به شورای حقوق بشر ارائه داده که یکی از بندهای آن دعوت از گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت آمیز به ایران بوده است او در ادامه ادعا کرده رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ملاقات با هیئت ازامی ایران در شهر ژنو وعده داده که اگر گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت یا گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان به ایران سفر کنند امکان منتفی شدن تشکیل کمیته حقیقتیاب وجود دارد در ادامه نامه استدلال شده که طبعات پذیرش گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمت آمیز کمتر از گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان است چون در ایران حقوق زن دارای مبانی شرعی بوده و در موارد متعددی امکان انعطاف وجود ندارد دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در توضیح بیشتر گفته می گزارشگر ویژه را بعد از اقتشاشات به ایران دعوت کرد در حالی که کمیته حقیقتیاب تحمیلی و در زمان اقتشاشات است جمهوری اسلامی به اعتراضات مردمی در ایران لقب اقتشاش می دهد. از جمله اعتراضای مردمی 1401 که بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شده و دامنه آن به سرعت به شهرهای سراسر کشور گسترش یافت دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از این سند محرمانه به علی خامنه ای هشدار داده که فعالیت کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل امکان تسری به موضوعات دیگر از جمله های دهه 60 را هم دارد شمخانی در این نامه شیوه اقدام نیز پیشنهاد داده که بر اساس آن ابتدا وزارت خارجه با کشورهای اروپایی مانند آلمان و لهستان مذاکره کند که در صورت دعوت از گزارشگر ویژه حق تجمعات آمیز ایجاد کمیته حقیقت منتفی خواهد شد یا نه در ادامه تشکیل کمیته داخلی تحقیق برای رسیدگی به اعتراضات 1401 ضرورتی انکارناپذیر خوانده شده و آمده این کمیته نباید زیر نظر وزارت کشور باشد چون این وزارتخانه باید در جایگاه پاسخگویی و نه مطالبه گری قرار گیرد در مناسبات جمهوری اسلامی وزیر کشور رئیس شورای امنیت کشور است و اجرای دستورات شورای عالی امنیت ملی و مدیریت نیروهای انتظامی و امنیتی در برخورد با معترضان را بر عهده دارد علی شمخانی خواستار تشکیل کمیته تحقیق داخلی زیر نظر نهادهایی مانند ستاد حقوق بشر یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا وزارت دادگستری شده بود او همچنین پیشنهاد تشکیل نهاد ملی حقوق بشر در ایران را داده و یادآوری کرده ستاد حقوق بشر قوه قضاییه وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات نگران طبعات امنیتی حضور نهادهای غیر دولتی در در این نهاد ملی را دارند به همین دلیل شمخانی پیشنهاد داده بود پیش از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل یک شخص حقیقی معتمد با اختیارات مناسب معرفی شود دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در این نامه خواستار برگزاری یک جلسه دادگاه برای رسیدگی به شکایت مردم از ماموران امنیتی و نظامی همزمان با دادگاه اقتشاشگران شده که به گفته او میتواند از نظام برای رسیدگی به اتهامات مسئولان و رفع بهانه تشکیل کمیته حقیقتیاب را نشان دهد شمخانی همچنین با اشاره به افراد زیر 18 سال که نامشان به عنوان کودک کشته شده در اعتراضات 1402 در فهرست سازمان‌های عفو الملل و کمیته حقوق کودک آمده خواستار ارائه گزارش های رسوا کننده درباره این اطلاعات در داخل ایران شده بود حدود دو هفته بعد از تاریخ درد شده در سربرگ این نامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ویژه خود در روز سوم آذر به تشکیل یک کمیته حقیقتی برای انجام تحقیقات در مورد گزارش های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از 25 شهریور آغاز شد مثبت داد. در این نشست، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با اعلام اینکه اکنون یک بحران حقوق بشری تمام ایار در ایران وجود دارد، از جمهوری اسلامی خواسته به استفاده غیر ضروری زور علیه معترضان پایان دهد. چند روز بعد از تصویب تشکیل کمیته حقیقت به شورای حقوق بشر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که ایران با این کمیته همکاری نخواهد کرد. آمار دقیقی از کشته شدگان اعتراضات بعد از جان باختن محسا امینی در دست نیست. یک سایت حقوق بشری تا کنون توانسته هویت بیش از 361 جان باخته را راستی آزمایی و منتشر کند. دیگر نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران و هرانا شمار کشته شدگان را بیش از 500 تن برآورد کردهاند علی شمخانی که از ابتدای دولت حسن روحانی در سال 92 دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر داشت، روز سی و یک اردی بهشت امسال از این سمت کناره گیری کرده و یک روز بعد علی اکبر احمدیان که رسانه های ایران درجه نظامی او را دریادار عنوان کردن جانشین او شد. همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه خبری تحلیلی از آوای ایران رسیدیم تیم خبری ما با تحلیل های بروز و دقیق سعی در آگاهی سازی و حل کردن مسائل پشت پرده اخبار روز برای شما همراهان عزیز دارد با لایک کردن این ویدیو و همچنین نوشتن دیدگاهتون در ارتباط با این اخبار یاری رسانه تیم خبری آوای ایران باشید شب بر همه خوش پاینده ایران